سلام و درود به همه شما دوستان عزیز با یک قسمت دیگه از آموزش گیتار پاپ در خدمتتون هستم امروز یکی از مهمترین جلسات آموزش ماست امروز با همدیگه نحوه نتخانی و مرور یک ملودی رو یاد میگیریم همونطور که در تصویر میبینید نوت‌ها روی خطوط حامل بین خطوط حامل و بالا و پایین خطوط حامل نقش میبندند که هر کدام در هر جایی که قرار می گیرن یک نام و یک نوت مشخصی رو دارن برای اینکه بتونیم نوت ها و ملودی ها رو بخونیم باید جا و اسامی نوت ها رو روی خطوط حامل بلد باشیم برای شروع ما از این الگوریتمی که روی شکل می بینین استفاده می کنیم لطفا دقت کنید که این الگوریتم باید دقیق و کامل حفظ بشه و بارها و بارها مورد تمرین و تکرار و پرسش و پاسخ قرار بگیره خب همونطور که روی تصویر میبینین بعضی از ها روی خطوط حامل قرار گرفتن. برخی از ها بین خطوط حامل قرار گرفتن و دو نوت رو هم میبینین که پایین و بالای خطوط حامل قرار گرفتن. اول از هایی که روی خطوط حامل قرار گرفتن با همدیگه شروع میکنیم. تمامی نوت هایی که روی خط اول حامل قرار بگیرند ام از نوت گرد، نوت سفید، نوت سیاه، نوت چنگ و ال آخر نوت می نام دارند. همه نوت که روی خط دوم قرار بگیرند سل نام دارند. همه نوت هایی که روی خط سوم نام جای بگیرند سی نام دارند. همه نوت که روی خط چهارم قرار بگیرند ر نام دارند. و همه نوتای که روی خط پنجم قرار بگیرن فا نام دارن. تمامی نتهایی که بین خطوط اول و دوم قرار بگیرن فا نام دارن. تمامی نوتای که بین خطوط دوم و سوم قرار بگیرن لا نام دارن. تمامی نوتای که بین خطوط سوم و چهارم قرار بگیرن دو نام دارن و تمامی نوتهایی که بین خطوط چهارم و پنجم قرار بگیرن می نام دارم در این الگوریتمی که داریم می بینید دو نوت وجود داره که یکی بالای خطوط حامله و دیگری پایین خطوط حامل قرار میگیره که نوت پایینی رو ره و نوت بالایی سل نام داره برای اینکه ممکنه کاملا با این توضیحات متوجه نشده باشین به این تصویر دقت کنید این تصویر تصویر اولین ملودیه که قراره با همدیگه یاد بگیریم ملودی جمعه از فرهاد ما از اول شروع به خوندن این ملودی میکنیم همونجور که میبینین اولین نوتی که از سمت چپ شروع میشه بین خط چهارم و پنجم قرار داره که نوت می هستش به ترتیب میایم جلو نوت بعدی بین خط سوم و چهارم قرار داره که نوت دو نوت بعدی روی خط سوم قرار داره که سی هست نوت بعدی بین خط دوم و سوم قرار داره که لا نام میگیره نوت بعدی روی خط چهارم هستش که ر نام داره روی بعدیش اگه همینجور بخوایم پیش بریم دوباره روی خط سوم قرار داره که سی نام داره بین خط دوم و سوم قرار داره که لا میشه و نوت بعدیش که روی خط دوم قرار داره که سل نام داره به همین صورت نوت ها و نامگذاریشون رو شما به همین راحتی میتونید یاد بگیرید و تمام این نوت رو از بالا تا پایین مطالعهش بکنید و بخونین و یکم که بریم جلوتر با هم دیگه بتونین حتی اینا رو بنوازین دوستان لطفا دقت کنین که این مبحث کاملا باید حفظ بشه و این نوت ها رو از بالا به پایین از پایین به بالا و به صورت درهم از خودتون بپرسین و حفظش بکنید بعد از اینکه این مورد رو انجام دادیم و حفظ کردیم و این نوتا با چشماتون آشنا شدهش یه کار عملی بسیار مهم داریم که باید روی گیتار هاتون انجام بدین تا بتونیم اولین ملودی رو با همدیگه بزنیم برای شما دوستان که مبتدی هستین و تازه شروع به کار کردن با گیتار کردین این کار عملی بسیار به شما کمک میکنه توی نوازندگیتون همونطور که توی شکل میبینین من ازتون میخوام که با برچسب نه تا نوت رو, رو روی دسته گیتارتون بچسبونین که کار بسیار راحتی هم هست روی برچسب که همه ما توی دوران مدرسه‌مون ازش استفاده میکردیم و اسممون رو روش مینوشتیم و میشستمونیم سر خودکارها و مدادامون که یه وقت گم نشه روی همون برچسب ها به صورت کوچیک نوت های می، ر، دو، سی، لا، سول، فا، می ر رو می نویسیم نه تا نوت یک بار دیگه میگم می, می ر دو سی لا سول فا می ر اینا رو می نویسیم و به صورت کوچولو کوچولو می و روی جاهایی که توی شکل مشخص کردیم می چسبونیم. خب حالا نوتخانی رو یاد گرفتین نوتای اولیه رو روی گیتارتون چسبوندین و از همه مهمتر بیش از چهار هفته تمارین عملی رو که در ویدئوهای قبلی یاد دادم را انجام دادین دیگه وقتشه که با هم به نوازندگی بپردازیم به یاد داشته باشین ممکنه تمامی آهنگهایی که قرار با هم دیگه یاد بگیریم و دوست نداشته باشین اما برای یادگیری گیتار پاپ باید از ملودی های آسون به سخت با هر آهنگی به عنوان یک نوازنده آشنا باشین ملودی اول ملودی جمعه فرهاد پیشنهاد من برای شروع نوازندگی با پیک است که کارتون رو راحت میکنه قبل از اینکه شروع بکنیم اصطلاحاتی که توی این صفحه نوتی که جلوتون هستش رو براتون توضیح میدم لینک دانلودش رو خود لینک دانلود همین نوت رو براتون توی دیسکریپشن یا همون توضیحات براتون گذاشتم و میتونین از اونجا دانلودش بکنید و داشته باشین این ملودی رو و بعد از اونم فیلمی از خودم گرفتم که این ملودی رو بدون هیچ تکنیکی براتون نواختم و زدم خواهش میکنم که چند بار اون ملودی اون فیلم رو ببینین گوش کنین ببینین که چجوری هسته صدا چجوریه قهوه، نحوه قرارگیری دستان من چجوریه و با اون شروع بکنین به تمرین کردن و نواختن این ملودی خب همونجور که تو این برگه داریم میبینین یه عددی به نام 180 و یه نوت چنگ بغلش هست بالاشم هم نوشتم به این میگن تمپو یعنی سرعت قطعه در حال حاضر برای روزهای اولی که داریم ملودی یاد میگیریم ما فعلا با سرعت قطعه و سرعت نوت هایی که الان اینجا هستش زیاد کاری نداریم که شما گیج نشین و بتونیم این ملودی رو به راحتی بزنید تا یواش یواش این سرعت ها به صورت قانونی قاطیش بکنیم علاوه بر اون یه 6 8 میبینین اون گوشه نوشته که ریتم قطعه رو بهتون نشون میده یعنی 6 -8 سنگین هستش این قطعه بعد دو قسمت داریم ما اونجا که اوورتور نام داره همونجور که اون بغل نوشتم اوورتور یعنی یه ملودی و یک آهنگی که قبل از شروع وکال یا قبل از شروع آوازمون توی هر آهنگی هست یعنی شما هر آهنگی رو بخواین گوش کنین اول از همه یه آهنگ خالی هستش بعدش وکال شروع میشه که اون دو خط اول اوورتور ما هست یعنی موزیک شروع ما هستش از خط سوم نوشته شده وکال یا همون آواز که از خط سوم شروع میشه و نوت ها هست متنش و بالاش بعضی جا نوشته شده به ترتیب دستوانی شده از A1 تا c دوباره یه قسمت دیگه در آخر صفحه دو قسمت دوباره اوورتور داریم و پشت صفحه که قرار میگیره آخرین تیکه ملودی هستش ملودی سختی نیست ملودی بسیار آسونیه راحت میتونیم با تماشای ویدئوی من این ملودی رو بزنین امیدوارم که واقعا مورد پسندتون قرار بگیر و ازتون خواهش میکنم که روی این ملودی ها بسیار بسیار تمرین بکنین اول قسمت اوبرتو رو با هم دیگه میزنیم حالا قسمت وکال شروع میشه یعنی دو خط اول تموم شد دوستان خواهشان دقت کنیم باید بعد از یادگیری این ملودی و نوازندگی صحیح و درست اون یا حداقل مثل چیزی که توی ویدیو دیدین ملودی رو حفظش بکنین نحوه جایگیری نوتا رو حفظ کنین ملودی رو بارها و بارها برای خودتون بخونین و در آخر شروع به نوازندگی کنین دوست دارم همه شما عزیزان این ملودی رو کاملا حفظ کرده باشین و به راحتی بتونین بنوازین ویدئوهای بعدی کمی مدت زمانش طولانی تر میاد بیرون برای اینکه شما آشنا بشین این ویدو اولین ملودی خیلی بسیار مهم هستش و شما اگه بتونید این ملودی رو بزنین از جلسات بعد دیگه هیچ مشکلی نخواهید داشت برای همین یه وقفه یه مقدار طولانی تری بین این جلسه تا جلسه بعدی با هم دیگه میذاریم تا شما بیشتر بتونین تمرین بکنین و بیشتر آشنا بشین به ملودی به نتخونی به قرار گرفتن دستتون به نواختن این آهنگا و خواهشم می میکنم که کاملا بارها و بارها این ملودی رو بزنین در ضمن، برای اینکه پیشرفت شما دوستان عزیز رو متوجه بشم لطف کنین از نوازندگی خودتون برام فیلم بگیرین یا صداش رو ضبط بکنید و به ایمیل بنده ارسال کنین تا با نام خودتون توی ویدوهای بعدی ویدوهای شما رو هم منتشر بکنم ایمیل بنده رو هم توی توضیحات همین ویدیو میتونیم پیدا بکنید و مورد استفادهتون قرار بگیره این بود از قسمت چهارم آموزش گیتار پاپ امیدوارم که خوشتون اومده باشو تمرین عملی قبلی این ملودی و آکورت ها رو فراموش نکنین در ویدیو بعدی همه شما دوستان عزیز رو میبینم با تشکر